صباح الخير بانوان عزیز، با کانال کلچقند خوش آمدید. امروز طرز تهیه چکچک رو پیشنهاد میکنم که یک شیرینی خیلی خوشمزه است. چکچک اماده کردنش اونقدر دشوار نیست، ولی یک چند نازکی ها دارد. یکی از نشانه های چکچک خوب آن است که چکچک براق باشد، یعنی رخشنده باشد. و برای به این نتیجه نائل شدن ویدیو رو تا آخر ببینید. من پورا مفصل درباره همه پهلوهایش گفتم. تشکر زیاد که با من هستید و تا ویدیوی دیگر، خداوند نگهبان ما و شما. طرز تهیه خمیر: و 5 دونه تخم، یک قاشق نمک می اندازیم، آمیخته می کنیم، یک قاشق شکر می اندازیم و نیم قاشق سوده رو با سرکه یعنی اوکسوس آمیخته کرده با تخم ها اضافه می کنیم و بعدا با اون 2.5 یا 3 پیاله قریب آرد اضافه می کنیم. یعنی اول 2 پیاله آرد اضافه کنید، بعدان کم کم آرد رو اضافه کرده خمیر رو خلید. خمیر باید نه سخت و نه ملایم باشد، یعنی به مثل پلاستیلین باشد. و خمیر رو به 2 زواله تقسیم کرده پیچونده 20 دقیقه. زواله ها رو تنوک میکنیم، ولی زواله نباید از حد تنوک باشد. و بعدان زواله ها رو به تسمه ها جدا میکنیم. برای این کار اگر از جدول استفاده کنید بهتر است. برای هر یک تسمه باید 2.5 سانتی متر باشد و بعدن هر یک تسمه رو باز با پوره ها تقسیم میکنید، همون گونه که در نوار میبینید. اکنون چکچک ها رو بریان میکنیم. روغن حتما باید داغ باشد، حرارت بلند باشد. این کار همین 2-3 دقیقه دوام میکند و تا تیلو رنگ شدنشان چکچک ها رو بریان میکنیم. حتما ظرفی کشود و روغنی بسیار و حرارت بلند باشد. این یکی از سیر موفقیت چکچک همین است. اکنون شربت میپزیم. برای این با مو یک پیمانه آب، شکر و عسل درکار است. سراول آب و شکر رو میجوشانیم تا بقیان بیاید. اموده شدنش رو با دونه گوگرد میبینیم. اگر قیوم مثل رشته شود پس اموده است. عسل رو ایلوه میکنیم و اموده شدن قیوم رو با اون میفهمیم که یک کمی قیوم رو وقتی به آب خنک ایلوه کردید اونها مثل دونه های مروارید میشود، همون گونه که در نوار میبینید. اکنون قیوم اموده است. قیوم ما اموده است. با قیوم جوشیده استوده چکچک ها رو ایلوه میکنیم. اول کم کم آمیخته میکنیم و همین که چکچک ها آمیخته قیوم شدن یک دو دقیقه آتش رو خاموش میکنیم و چکچک ها رو خوب آمیخته کرده با لاله ها میکشیم و دستمون رو تر کرده اونها رو شکل میداریم. البته هر شکلی که به خودتون پسند است میتوانید به همون شکل چکچک ها رو دارید. و مهم از همه اون است که خیلی این کار رو زود کنید که قیوم نسوزد.